سینا سلام. سینا اگه میشه کوتاه بگو. سلام، صدای من میاد؟ بله بله. فوت نکن. این هم... تو میکروفون فوت نکن. چشم. این همه بحث کردم بچه از اول برنامه تا حالا، من خواستم نظر خودم هم بگم. من وقتی وارد مبحث آزادی بیان میشیم، من نظرم نزدیک به انگلیسی ها. انگلیسی ها میگن تو میتونی هرچی که میخوای بگی، میتونی توهین کنی، بقیه افراد هم حق دارن اون توهین رو به خودشون بگیرن و نسبت به اون واکنش نشون بدن و کسی حق نداره جلوی تو رو بگیره. اینو ما جامعه ما باید بفهمه. خب میتونیم الان مثلا آقا مجیدی، آقا آریا گفت ریدم به اسلام از لحاظ استراتژیک خوب نیست. خب این نظر اوناست، ولی اینا در فردای ایران هیچ حقی ندارن که بیان بگن تو نمیتونی این کارو بکنی یا تو باید این کارو بکنی. تنها کاری که میتونن بکنن اینه که بگن ما مخالفیم باید با این کارت و با بحث کردن بتونن ما رو قانع کنن. این میگن که لیبرال های انگلیسی اینطورن. من با نظر اینا خیلی موافقم. فکر نکنم حرف اشتباهی نگفتم، فکر کنم. نه، من همین رو کاملا قبول دارم، مگر اینکه مثلا یک فراد باشه. خب نمی‌دونم چه، آره. یعنی مگر اینکه داره بره. مثلا شما نمیتونید بیاید بگید که ببینید آزادی بیان در محدودیتش توی قوانین دیگه است، نه خود بیان. خب فرادو بذارینم چی میشه به فارسی، مثلا بذار من بگم، من متوجه هم چیم. مثلا یکی اگه بیاد بگه مثلا بریم نه سینا نزن، یوتیوب داغونمون میکنه، اینجوری نگو. یکی بیاد اینجوری بگه دیگه این آزادی بیان نیست، چون تحریک کردن و تبلیغ کردن این که شما برید از لحاظ جانی یا مالی به کس دیگه صدمه بزنید، این دیگه آزادی بیان نیست. ببین تبلیغ مستقیم به خشونت، نه این اتفاق متاسفانه، ببین این آزادی بیان هست، ولی تبلیغ مستقیم به خشونت جرمه، به خاطر نه به خاطر که بیان شما محدودیت داره. ببین مثلا یک محدودیتی که وجود داره، من اگه بیام بگم که این همه بیماری ها رو شفا میده، سرطان شما رو خوب میکنه، $1,000 به من بده، من رو به شما میدم، این جرمه، نه به خاطر که بیان من محدوده، به خاطر که این یک فریبه، یک تقلبه، فراد حساب میشه. یعنی قانون دیگه ای داره جلوی رو میگیره، نه محدودیت آزادی بیان. خب من نمیتونم بیام بگم که سینا من $5,000 الان بهت میدم، تو برو بابک و حذف فیزیکی کن، وقتی حذف فیزیکیش کردی من $5,000 دیگه بعدش بهت میدم. خب اگه من یه همچین حرفی بزنم و پلیس بیاد منو بگیره، نمیتونم بگم که من که خودم که نرفتم دنبال بابک، من فقط حرف زدم. خب نمیتونم بگم این آزادی بیانه، به خاطر اینکه این conspiring to commit murder هست، یعنی این از لحاظ قانون دیگه جلوش میگیره. صدمه جانی و مالی، مثال اول تو صدمه مالیه، اون میشه کلاهبرداری. نه فقط صدمه، یعنی اگه ببین مثلا یه نفر بیاد بگه که اگه یه بلایی سر آرمینی روزی بیاد خوب میشه ها، چقدر خوب میشه، این آزادی بیانه، چون کسی نگفته برین آرمینو مثلا اینسایت نمیکنه. این فقط ویش میکنه، دایرکت اینسایتمنت نیست، یعنی باید باید دستور مستقیم به حذف فیزیکی من باشه، اون وقت غیر قانونی میشه. درست. حالا اینا بذارم کنار، دیگه خیلی حرف زدیم. من میخوام نسبت به کامیونیتی آدمای خودمون من انتقاد کنم. ما اگه دینو اینجوری فرض کنیم، دین مجموعی از ایده ها و باورهاست، اگه اینجوری بگیم، خب آتئیست ها و چپگراها ما خودمون خیلی مذهبی شدیم. مثال میگم، توی اروپا یا آمریکا یا حتی بین چپگرای ایران، مثلا درباره ال جی بی تی ما حرف بزنیم، خب این افراد اعتقاد دارن که این آدما اینجوری به دنیا اومدن. خب یکی میاد اومدن حالا بهت میگم الان، خب یکی بیاد بگه که من مشکل ندارم، من یکی از فامیلامون اینجوریه، این خواهر منه، برای من فرق نداره، مشکل ندارم. حالا یکی که میاد میگه نه اینجوری نیست، خب یه جوری رفتار میکنیم ما، مثلا انگار طرف
هر برچسبی رو بهش میچسبونن، میگن این هوموفوبیکه، نمیدونم آدم بدیه، فاشیست فلانه، این چیز خوبی نیست. میدونی یعنی چی؟ یعنی همون، ولی خب اونا هم حق دارن از شما نقد بکنن دیگه. دقیقاً. نه خب. میگم ببین اون منتالیتی، اون ذهنیتی که مثلا یکی میاد از محمد کارتون میکشه، خب مسلمان ها میگن تو به چه حقی این حرف رو زدی، تو به چه حقی این کار رو کردی، اون ذهنیت الان توی چپگره هم هست. الان من بهت میگم مثلا تو اینو بگی، همشون نه، بعضیش، بعضیاشون، حالا خیلی هاشون، مثلا کانادا اونجوریه. اگه این که این افراد اینجوری به دنیا اومدن یه ادعای علمیه، ما اینو از لحاظ علمی در نظر بگیریم، ما هنوز نمیدونیم چرا همچین چیزی هست. متوجه چی میگم؟ ولی ولی درست بودن، درست غلط بودن این جداست از این که ما حق گفتن اینو داریم این نداریم. یعنی اگه غلط هم باشه حق گفتنشو داریم. مثلا یکی الان مثلا من بین این افراد بودم، میای میگی اینا میگن که ما اینجوری به دنیا اومدیم، خب من میگم که نه، خب. ما نمیدونیم. من نمیگم که حرف شما غلطه یا درسته. من میگم که ما از لحاظ علمی نمیدونیم چرا همچین چیزی. بله گفتیم. آره. سینا تکرین افراد... نگاهی میشه. آره. فوری میان گارد میگیرن، خب. و خب. ممکنه خب. یکی بیاد توی غرب اروپا، چون من شاید سال بعد برم اروپا، این حرفو بزنه از صحنه روزگار محوش میکنه، خب. میدونی چه؟ یعنی محوش میکنه؟ مثلا توی کشور شما جردن پترسون هست، میشناسیش؟ بله استاد بله دانش. آره خب مثلا این یه حرفی رو زده بود همچین چیزی 2016، خب اونقدر بهش بله. حمله کردن، عکسشو گذاشته بودن کنار عکس، خب اسم این اسم لطفا بگیم میشه اسم این شخص نیاریم، بگین آدولف. آره. آره. حرفت کاملا غلطه، حرفت کاملا غلطه. ببین خیلی از این راستگراها یا کسایی که شبه راستگرا هستن میان میگن که ما داریم تو کانادا و اینا داریم سانسور میشیم، ما اگه همچین حرف رو بزنیم سانسورمون میکنن. همین مثالی که زدی اتفاقا مثال خیلی خوبیه. جردن پیترسن اصلا کسی نمیشناختش قبل از اینکه این حرف رو زد. این بله حرف بله. معروفش کرد، این حرف معروفش کرد. کجا داره سانسور میشه؟ اصلا تمام ثروتش و تمام محبوبیتش رو در آورد به خاطر این حرفش. نه من نگفتم حرف... سانسور الان میشه. الان ببین تو گفتی محفش میکنن، کجا محفش کردن؟ انقدر بیننده داره، انقدر طرفدار داره، همش هم به خاطر همین حرفشه. دقیقا ببین. من نگفتم که سانسور میکنن، خب گفتی محفش میکنن. من بهت میگم مثلا یه مثلا بین مسلمان ها برو، خب مثلا بگو محمد آدم بی خودی بوده، خب در جا میگن تو چجوری جرأت میکنی این حرفو بزنی، خب ذهنیت چجوری بگم بلاسفیمی نکته تو اگه میشه سریع اشاره کن چون باید سراغ بقیه. اون ذهنیتی که دارن هر کی خلاف ما حرف بزنه فورا باید بهش برچسب چسبون آدم بدیه بزنن. نه ببین اشکال آره. من مشکلی ندارم، من مشکلی به این که به من برچسب بزنن ندارم. من اتفاقا میخوام که بزنن برای که میخوام از این روش ها استفاده بکنم به جای روش های قانونی. فرض کنیم من اومدم یه توهین کردم، ببین من فرض کنم من اتفاقا میخوام تبلیغ بکنم که مسلمان ها بیان از این روش ها استفاده کنن، خب من میام به اسلام توهین میکنم، خب من این آزادی رو دارم، این حقو دارم که به اسلام توهین بکنم، مسلمان ها حق دارن که بیان واکنش نشون بدن با صحبت و کلام. بله بیان برچسب بزنن، بیان به من بگن آرمین اون با... اتفاقا خوبه میگم. خوبه که مسلمان ها رو تبلیغ بکنین که بیان به من برچسب بزنن که از روش های دیگه استفاده نکنن، که بذارن قانونی نه. باشه بیان به من هرچی برچسب میخوایم بزنین. متوجه حرف من نشدی؟ خب ببین آخه نمیدونی این ذهنیتی که ما خوبیم هر کی که چیزی که ما نگیم آدم بدیه، خب بیگت نمیدونم فارسیش چی میشه، یا ریسیسته یا مثلا هوموفوبیکه و فلان و فلان، اون ذهنیت سمی توی آدم های بین ما هست. خب مثلا من برم بین آدم کسایی که خط فکرشون نزدیک من برگردم اینو بگم که من با شما موافق نیستم که آدم های گی به دنیا میان، چون واقعا ما نمیدونیم از لحاظ علمی نمیدونیم، اینا فوراً چجور میخوان خفه کنن ما رو.
چجوری خفت نمیتونن بکنن؟ میتونن فقط بیان به نقدت کنن یا بگن دوست ندارن. خفه نمیشی با این حرفا. بیان بگن چی میشه؟ از چیزی که نمیشه سینا، تو یه حرف میزنی اونا مخالفن میافتن دنبالت میگن تو سینا فلان و بهمان اینا، چیزی از تو کم نمیشه. بذار بگم من میدونم اون هست. میگم اون اخلاقی که ما داریم بده. میدونی چی میگم؟ یعنی این برای ما این که اون ذهنیتی که مسلمان ها دارن میگن چجوری جرات میکنی به محمد این حرف رو بزنی، ما پدرتو در میارم، اون ذهنیت تو چپم هست. نه فرق کرد، تو گفتی پدرتو در میارم، رفتیم وارد یه مرحله جدید شدیم. خب نه وقتی که تو بیام بچه هست بزنه پدرتو در میارم، نمیگم که با کلاش بزنم. خب منظور توی مثلا اروپا آمریکا مثلا بیای بگی همچین حرفی رو بزنی، امکان داره دانشگاه اخراجت کنن مثل خودت. میدونی چی میگم؟ اون ذهنیت سمی که هر کی حرف منو نزنه مثلا، یا مثلا توی آمریکا میرن توی سالن کنفرانس اونایی که از راست میان میرن کنفرانسشون رو خراب میکنن. من با اون ذهنیت سمی بدم میاد. اون ذهنیت بله، ولی اکثر کسایی که از اکثر کسایی که از این موضوع شکایت میکنن تمام معروفیتشون رو از همین واکنش ها گرفتن. خب شما نگاه کنید بن شاپیرو، خب جوردن پیترسون، دیو روبن، خب اینا که میان همش شکایت میکنن که ما رو دارن سانسور میکنن، ما رو سانسور میکنن. اتفاقا این واکنشی که چپی ها بهشون نشون دادن، خب یعنی اومدن حمله کردن به خاطر به حرفاشون، این حمله ها باعث شد که اینا معروف شن. یعنی اینا اصلا نونشون رو از این حمله ها در میارن. خب همون دیگه، این اخلاق گندی که ما هست باعث میشه اینا نون در بیارن. نمیخوام این باشه، همون از این من همون بود جلوی واکنش مردم رو بگیریم. ولی خب میخواستم اینا بگم که این ذهنیت سمی ما هست باید از بینش برد به نوعی. نمیدونم، نمیتونیم بگیم که مردم واکنش ندین چیزی رو. من اگه یه چیزی بگم دوست ندارین واکنششون ندین. من به نظرم ما سینا جا ما به یه جا برسیم که غیر قانونیش نکنن دیگه، بقیهش پیشکش. یعنی که من آره من مشکل با نحوه من... واکنشش مشکل دارم دیگه، متوجه. من میگم الان ما تو شرایطی قرار داریم که ما بذاریم مردم واکنش هر چیزی بخوان نشون بدن. خب برای اینکه دیگه خیلی انتظار زیادی است، ما انتظار داریم که غیر قانونیش نکنن دیگه، بیایم بگیم حالا واکنش اینجوری هم نشون ندیم، اینجوری هم نشون ندیم، انتظار بگیم با هر واکنشی میخوایم بدیم نشون بدیم بدین دیگه، فقط قانونیش کنین لطفا اگه میشه. همین به نظر من کافیه. یه پیشنهادم بدم، ویدیوهاتو چیز کم بذار، ویوت میاد پایین، خوب نیست. کمتر بذاریم؟ آره مثلا توی انگلیسی چند تا میذاری، هفته یه دونه بذار مثلا اخبارو پوشش میدی. چون داداش منم یوتیوبره، یوتیوبش هم تعدادش بالاست. باش امتحان میکنم ببینم کمتر بهتره یا نه. مرسی، خدافظ. من مرسی سینا جان، فعلا خدافظ. آرمین من تو فکر میکنم تو ویو کلی کانال فکر نمیکنم چیزی تاثیر داشته، چون ویو کلی کانال ویو کلی بالاست. وقتی تعداد ویدیوها رو میذاری بالا، ویو یک ویدیو تعداد ویدیوهات میاد پایین تر، ولی ویو کل کانال نمیاد پایین تر، پخش میشه بینشون.